این یه عکس خانوادگیه، این منم، این مامانه و این توی. الان دیگه 4 سالته و هر روز یه عالمه سوال از من و از مامان میپرسی. بعضی وقتا هم خیلی نمیدونی ماجرا چی بود و باید چی بپرسی، مثل اون روز توی پارک موقع سرسره بازی که وقتی نوبت تو شد پسر بچه جلویی به جای اینکه بره کنار دستاشو گرفت و طرف سرسره و زبونشو برات در آورد. یادم هست که اول کمی مکس کردی، بعد دنبال من گشتی و پرسیدی چی کار کرد بابا؟ نفهمیده بودی چرا این کارو کرده، نمیدونستی باید سر بخوری یا باید وایسی. شاید هم داشتی فکر میکردی تو هم زبونتو براش در بیاری، یا نمیدونم، ولی همین شد که فکر کردم باید از بهترین راهی که بلدم بعضی از چیزایی رو که بین آدم ها فاصله میندازن یه جور یواش مهربون خوبی برای توضیح بدم. برای کشیدن این قصه ها باید یه عالمه حرف بزنم، با خودم و با بقیه. برای همین صبحای زود قبل از اینکه برم سر کار یه آب لیمو عسل صبحگاهی میزنم به بدن و شروع میکنم. وقتی به رابطه علم الدین فکر میکنم یاد اون جراحه میفتم که میگه تا چیزی رو زیر تیغ جراحیم حس نکنم باورش نمیکنم، و یاد پاسداری که میگفت از وقتی فهمیده جواب همه چی تو قرآنه جز قرآن چیز دیگه ای نمیخونه. یاد اون دانشمند ناسا میفتم که به هر چی دین و دین داره شک داره، و اون متخصص هوش مصنوعی که میگه همیشه دست خدا رو روی شونش حس میکنه. وقتی به رابطه علم و دین فکر میکنم یاد هیلاری و تنسینگ میفتم که وقتی ازشون میپرسن چرا اورست رو فتح کردین، اولی میگه فتحش کردیم چون سر رامون وایساده بود، و دومی میگه فتحش کردیم چون میخواستیم تو عظمتش غوطه ورشیم. وقتی به رابطه علم و دین فکر میکنم یاد اون خانوم پیره تو محلمون میفتم که میگفت خوندن داستان عشقی گناهه، و اون پیره مرده که میگفت کسی که داستان نمیخونه خدا رو نمیشناسه. اون الان احتمالا خاموش شده، دوباره همون کلیده رو بعد باید بزن. آه خوشش نه تو آره این الان نورا دیگه اونو خوبه. همه نظرات من تا حالا ثبت شد دیگه، نه راجع به نور و همه چیز خوبه. بدونم با کی، بدونی با کی داری حرف بزن. صدا و اینا افا خوبه. خب کلمه رو بگو، حسم رو بگم. هل عالیه، فقط برای افسرانش خیلی دوست دارم. یکی از چیزهایی که خیلی دلم میخواد هر لحظه از زندگیمش زیاد بگیرم. آره قدرت یا قوت بهتر از ثروت؟ فکر نکنم، دنبالش نرفتم. بیشتر یادم مثلا به شیمی و فیزیک و اینا میفته که خیلی دوست نداشتم اون موقع. دانش مهمه. دین؟ قبول ندارم. توانایی بذارش حرف نزنم بهتر. کوچیکتر که بودم فهم که الان در این لحظه خیلی به دین فکر نمی کنم، برای اینکه باعث دعوا و بدبختی شده دیگه. کلمه صلح. بهتر مایه اختلاف نشه.
فکر می‌کنم دوتاش مهمه نیست؟ مخصوصا مثلا اگه برای بچه‌مون بخوایم دوتاشو باید همزمان مثلا کار کنیم، همزمان هر دو رو هر دو توانایی رو توش پرورش بدیم. چجوری؟ من که به دین اعتقاد ندارم، ولی به حالا اینجوری میگن اسپریچوالیتی یا روحانیت، اون هر چی که اسمش میخواییم بذارین، به اون اعتقاد دارم و به نظر من اون مهمه، علم هم مهمه. No, higher. Religion would definitely be a higher level. I'll choose both. هر دوش خیلی مهمه. نمیشه خیلی جداشون کرد. با من آدمی که دیندار بودم، بعدش بیدین شدم و خیلی علمی به قضیه نگاه کردم، دیدم که کلی علمی به قضیه نگاه کردن هم یک نمیشه، خیلی هم با دین و اینا به قضیه نگاه کردن هم نمیشه. اگه این دوتا با هم کار کنن، ترکیبشونه که دنیا رو میسازه. وقتی یک انسان علم داره، چیزی خونده یا اطلاعاتی داره، اون خودش میشه یه قدرت یا یه قوت که میتونه آدم تصمیمای درستی بگیره. هر دوشون مهمه. ببینه هر دوشون به رفاه انسان کمک میکنه. مثل دو چشمه دیگه، تو با یه چشمه میتونی ببینی ولی کامل نمیتونی ببینی، اینجوری میبینی. ولی دوتا رو که داری یه خورده با یک از یک زاویه میبینی که به نظر من کامل تره. Teachers can teach you math and physics, but teachers cannot teach you how to be kind, how to make the world a better place. نهایتاً اون چیزی که آدم رو خوشحال میکنه یکیه، ولی راهی که به اون نهایت میرسی متفاوته. هر کس راه خودشو میره. دانشمندا و پیروان ادیان هستن که دین یا علم رو تبدیل به چیز خطرناک یا چیز خوب میکنن. این اشتباه ما انسان هاست که دین رو بازیچه افکار خودمون و امیال خودمون قرار دادیم. این دیگه ربطی به دین نداره. بعضی هم ممکن مخالف باشم بگم این خوبی و بدی در ذاتش هر کدومش هست. من فکر می‌کنم کسایی که این اختلاف رو ایجاد کردن تو دنیا، کسایی هستن که واقعا دین رو نمیفهمن یا واقعا به دینشون یا به هر دینی که دارن ایمان درستابی نبودن. ولی من فکر کنم طرفدار گروه اولم. فکر میکنم هر دو اینا میتونن استفاده بکنن، مایه رفاه آدم باشن. از طرف دیگه اگه بد استفاده بشن، مایه همون که شما گفتید جنگ و نفاق بشن. آخه الان داشتم فکر کردم ممکنه قسمت علمی خیلی ضربه نزنه، ولی همیشه قسمت دینی خیلی بیشتر ضربه میزنه. و همین بچه باید واقعا این آگاهی رو داشته باشه، چون خیلی وقتا چیزایی که دینی هست ما همینجوری فقط قبول میکنیم به خاطر اینکه مثلا اینو به ما گفتن است. هیچ وقت راجبش فکر نمیکنیم که شاید ممکن اگه راجبش فکر کنی، خب یه گوشایش هم بخوای تو یه جوری دیگه بهش نگاه کنی، یه جوری دیگه تو زندگی رنده. و به نظر من این درسته. میدونی یعنی باید بچه اینو توش پرورش داد که خب همینجوری نپذیر خیلی چیزا رو. اگه فکر میکنی که میشه جوری دیگه بهش نگاه کرد، خب تو این آزادی رو داری که میدونی توی بهش نگاه. حتی اگه همه بهت بگن اشتباه میکنی یا همه میدونی. Thank you.
نباید بچه ها رو از دین عقب گذاشت و نباید بچه ها رو از درس خوندن عقب گذاشت. اصول اخلاقی که می‌دونید همه ما قبول داریم، فکر کنم بیشتر نظرم اینه از دین، تا اینکه حالا مهم نیست حالا به چه دینی میخواد اعتقاد داشته باشه، ولی مهم اینه که اون اصول اخلاقی براش مهم باشه، اونا رو توش پرورش بدیم. حق اینو داشته باشه که هم درباره دین بدونه، هم درباره علم بدونه، هم درباره اسپریچوالیتی بدونه، هم درباره راه‌های مختلفی که واسش وجود داره بدونه و خودش انتخاب کنه. و مهمترین چیز براش اینه که همیشه ببینه با منطق رو در میاد، حالا چه این طرف شما چه دینی باشه چه علمی یا هر دو، چون که با منطق رو در میاد یا نه، یعنی منطق یه چیزیه برای علم و دین که ما با محک اون میتونیم اون دوتا رو بسنجیم. این پدر منه وقتی جوان بود، اینم مادر توه وقتی جوان بود، اینم یه پروانه است وقتی جوان بود. پدر من و مادر تو یه موقعی با هم دوست بودن. اون موقعا هر کی با هر کی دوست بود می بردش کافه نادری، بعد براش قهوه و پیراشکی سفارش می داد. پدر من در گوش مادر تو یه چیزی گفت که هر دو از خنده قش کرد. تو از چه رنگی خوشت میاد؟ قرمز. چه جالب، منم عاشق قرمزم. پدر من دستشو گذاشت رو دست مادر تو، مادر تو قرمز شد. تو دوست داری کجا زندگی کنی؟ شما. میبرمت شما. تو دوست داری به بچه‌مون چیا یاد بدی؟ مادر تو سرخ و سفید شد، پروانه خندش گرفت. من دوست دارم بچه‌م کنجکاو باشه و از همه چی سر در بیاره. من دوست دارم بچه‌م حرف گوش کن و سر به زیر باشه. من دوست دارم بچه‌م اهل فکر باشه. من دوست دارم بچه‌م اهل دل باشه. من دوست دارم بچه‌م دانشمند و فهمیده بار بیاد. من دوست دارم بچه‌م مؤمن و معتقد باشه. من از نماز و روزه و این مزخرفات بدم میاد. من دوست دارم سالی دو بار برم زیارت. من اجازه نمیدم بچه‌مو با خودت ببری. می‌خوای نگهش داری که چیکار کنه؟ که بشینه سر درسش و آدم حسابی بشه. حالا اگه بدی من ببرمش چی ازش کم میشه؟ هیچی، فقط یاد میگیره یا بزنه تو سر خودش یا تو سر بقیه. پس نه، بمونه پیش تو رمانای عشقی بخونه و گناه کردن یاد بگیره. این مزخرفات چیه؟ عشق گناه نیست خانوم، نفرت گناهه. برو گم شو، ازت متنفرم. این منم، این تویی. من و تو با هم دوستیم. الانا هر کی با هر کی دوسته نمیدونه کجا ببرتش که بهشون گیر نده. اینه که همه قرارا آخر سر به پشت بوم خونه ها ختم میشه. من یه چیزی میگم که هر دو از خنده قش میکنیم. پس چه رنگی خوشت میاد؟ قرمز. چه جاله؟ تو دستتو میذاری رو دست من. میخوای یه حدسی بزنم؟ چه حدسی؟ تو هم دوست داری بریم شمال زندگی کنیم؟ آره، پس کجا میدونی؟ تو بلند میشی میگی؟ من دوست دارم بچه‌م یه بچه کنجکاو ولی مؤدب باشه. دوست دارم فکرشو با دلش و دلشو با فکرش بسنجه. دوست دارم هم درس بخونه هم دعا، هم کتاب داستان بخونه هم کتاب مقدس. دوست دارم بپرسه و بدونه چرا ایمان داره یا نداره. دوست دارم کاری به کار کسی نداشته باشه و بذاره هر کی راه خودشو بره. دوست دارم هیچ دیگه، همین.
در ضمن دو تا قهوه و پیراشکی از داستان قبلی رو میز مونده. اگه موافقی برو بیارشون که این وصلت سر بگیره. هی، شنیدی چی گفتم؟ من میرم پیراشکی‌ها رو بیارم. راستی تو از کجا میدونستی من چی میخوام ازت بپرسم؟ خب کل پلاستیک، فقط بابای تو که راجب جوونیاش با تو حرف نزده، مامان منم با هم حرف زده.